خیلی وقت بود دوست داشتم برات نامه بنویسم. کاش این نامه رو بخونی. باز من گفتم کاش. قول داده بودم جوری زندگی کنم که نگم کاش. ولی کاش زودتر میشناختمت. زودتر میدونستم این دم و بازدمی که میاد و میره برای چی است. باید چی کار کنم که خوشحال تر باشی؟ چی کار کنم که صدای خنده ها تو بیشتر بشنوم؟ چی کار کنم که آرامش داشته باشی؟ ولی خب به منم حق بده، منم یکی مثل همه. بلد نبودم زندگی رو، ولی دارم یاد میگیرم. مهمترین چیزی که یاد گرفتم توی زندگی این بود که نمیشه همیشه صبح باشه، همونطور که همیشه شب نیست. نمیشه همیشه خنده باشه، همونطور که همیشه اشک نیست. کسی میتونه ادعای زندگی کردن داشته باشه که هم خندیده باشه و هم اشک ریخته باشه، هم برده باشه و هم باخته باشه، هم به دست آورده باشه و هم از دست داده باشه. تو خیلی ساله که داری زندگی میکنی، میبری و میخندی، میبازی و بغض میکنی، کلافه میشی، عصبی میشی، خسته میشی. فقط خواستم یادت بندازم زندگی یعنی همین، همین که کنار همه خوبی ها و بدیاش، همه خنده ها و عشقاش، جوری زندگی کنی که سرت جلوی خودت بالا باشه. آره، جلوی خودت، چون هیچ کس نمیدونه تو چه روزایی رو گذروندی. حالا میخوام بهت بگم بی خیال غم دنیا. قول میدم با هم همه چی رو درست کنیم. میدونم عجیبه، ولی آدم باید برای خودش نامه بنویسه تا خودش رو فراموش نکنه. من نمیخوام خودم رو فراموش کنم، واسه همین این نامه رو نوشتم. دلتنگتم. این اولین آیتم سلام شب بعد از مدت‌های خیلی زیاد بود که می‌خوایم یه حالت درد و دل شبانه به خودش بگیره. امیدوارم خوشتون اومده باشه و با سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما از ما حمایت کنید. متنی که شنیدید از حسین حائریان عزیز بود و اجرا هم از من. ممنون میشم اگه این آیتم رو دوست داشتید با لایک و کامنتاتون به ما انرژی بدین و اگر فکر میکنید متن خوبی هم میشناسید به ما معرفی کنید که اونا رو هم اجرا کنید. همچنین میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات قرار گرفته از این آیتم حمایت مالی کنید. شبتون بخیر.